خدمت عزیز دست کنم که کلمه وجود اینجا مد نظر بوده، اسم دیگه، دو تا فعل برش رفتیم یه دونه اسم بالا. جامد مشتق جامد جامد، وجود بچه مشتق باشه اصلا، کدوم مشتق؟ دو میرفته بیرون. بعد نکره معرفه، معرفه وجود به مفردات اضافه شده میشه معرفه به اضافه، پس گزینه یک هم میره بیرون. دوتا غلط. حالا این دوتا این ورش باید حتما مشکل داشته باشه. بله، چون این ور دیگه مشکلی نداشت. اینجا گفته خبر، اینجا گفته مبتدا مؤخر. خیلی عبارت فوق العاده ای بوده. خیلی بچا متاسفانه اینو مبتدا گرفت، چیز خبر گرفتنش و وسط جمله بوده. جمله با جار مجرور شروع شده تو جمله اسمیه. بعد گفتم جمله که با جار مجرور شروع بشه اگر بعدش اس بیاد خبر مقدم مبتدا مؤخر داریم. من مظاهره جار و مجرور بوده، حاضری مضاف الیه، صلت عطف بیان. من مظاهره حاضر صلت کلا میشده خبر شبه جمله مقدم. وجود مبتدای مؤخر، شکلش هم اتفاقا تو قصه شکل آوردیمش، میشده وجود المفردات الفارسیت کثیرت الی آخر، که این مضافانه لعی بوده، اینم صفت بوده، بچه هم با صفت میومده، کاری ندارم. این میشده مبتدای مؤخر، پس گزینه سه خبر اشتباه بوده، گزینه چهار میشده جوابش. پس بریم ببینیم کنکور 94 ریاضی سراسری به ما چی داده بوده. یتناولو رو به ما داده بوده. یتناولو بر وزن یتفاعلو، ریشاش نوله است، ناله، فعل عجوف هم از واو داره وسط. خب خدمت گلتون بگم که الان یتناولو فعلمونه، اینجا گفته مبنی. بعد گزینه دیگه ببینیم جایی مبنی مورب داشته، چهارم بوده مورب، پس یا مبنی بوده یا مورب. گزینه یک مبنی غلط بوده، پس بین مورب و مبنی، مبنی غلط بوده، جواب میشده گزینه یک، عذر میخوام، گزینه یک میرفته بیرون. بعد باب تفاعل، باب مفاعلت، ببین چقدر سری میشه زد. فقط ببین عمودی تستایی باب دارم تکرار میکنم، چون غیر از جواب درست دادن تو کنکور، سرعتت برای من خیلی ارزش داره. ببین تفاعل مفاعلت، یا تناول یا تفاعل تفاعل، پس چهار میرفته بیرون. بین دو و سه، بین دو و سه الان اینجا لازمه، باز خیلی مشخص بوده، بله لازم متعدی میتونستیم مشخص کنیم. حالا تو سه نگفته متعدی، ولی غلط نیست، ولی اینجا چون لازم متعدی داشتم میتونستم روش فکر کنم. لازم یتناولو فعله، برمیگشه به فیل، فاعلش هوای مستتره، اقسان جمع غیر انسان مؤنث، اصلا نمیتونسته فاعل این باشه، اقسان میشه مفعول. میگه فیل با خرطومش شاخه های درختان را میخورد، اقسان میشه مفعول و منصوب. پس وقتی که مفعول داریم فعل نمیتونست لازم باشه، متعدی بوده حتما، پس سه هم میرفته بیرون. ضمن این که حالا اومدیم شاید به این دقت نکردش، بریم اینجا چی گفته. خبر انه و منصوب محلن، چطور خبر کانه منصوب بود، خبر حروف مشبه منصوبه، عذر میخوام مرفوعه، اینجا گفته چی؟ منصوب. فیل اسم نبوده، اینکه جار و مجرور، خبر نه معنا معرفه، اینجا گفته منصوب به صلاح، پس بازم دو غلط بود. یعنی اینم شک میکردی با خبره میشد تست رو بزنیش، برابر این گزینه سه جواب درست بوده. پس توی عبارت بعدی لیبی اوها، یبی اوش به صلاح مطرح بوده، اینها رو آورده به خاطر که نشون بده این فعل متعدیه، مفعول داره، پس یه همچین گزینه میتونه اشتباه باشه. خدمت عزیز درس کنم که تو دو گفته مورب، تو سه گفته مبنی، بالا پایین اسکن کنیم، مورب دو تا لغت پیدا میکنیم متضاد دهم دیگه، مورب مبنی، مضارع مورب هم پس سه میرفته بیرون، سه با لازم هم میرفته بیرون. خدمت درس کنم که دوباره اسکن میکنه، اینجا گفته منصوب به حرف لام و علامت نصبش حذف حرف نون، تو دومی گفته فعل مرفوع به واو، اصلا فعل یبی او نبوده، وقتی که نون حذف میشه، نون وقتی که از آخر فعل مضارع حذف میشه یا منصوبه یا مجزومه، در هر صورت مرفوع غلطه، یعنی در هر صورت، چون اگر مرفوع بود میشد یبی او، نه و فاعلشه نه علامت مرفوع، پس دو میرفته بیرون. باز بین یک و چهار اینجا
به اصطلاح گفته فاعلش ضمیر ها، ما اصلا ضمیر ها که فاعل نمیشه که، واو میشه فاعل، ها میشه مفعول، تو چهارم اشتباه بوده، برابر یک میشده جوابش. خدمت عزیزتون عرض کنم که حیوانات، حیوانات اسکن کنیم، جامد، مشتق، مشتق، جامد، خیلی باله، یعنی تو بالاخره الان دو تا گزینت میره بیرون، چون یا دو تا جامد یا دو تا مشتق دیگه. خب حیوانات چجوری مشتق میخواد بشه؟ مشتق نیست که، اصلا نه ریشه داره نه وزن داره، پس جامده. پس با هم دیگه ببین چقدر سرعت شد، با هم دو تا برید بیرون، میمونه یک و چهار، بین یک و چهار اصلا نمیخواد تیتر رو نگاه کنی. اینجا گفته مفعول با کسره، اینجا گفته مفعول با فتحه. یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه، جمع مؤنث سالم هیچ وقت چی نمیگرفت؟ فتحه نمیگرفت. یعنی فتحه تو گزینه 4 اصلا غلطه، اصلا برابر این گزینه 4 هم میرفته بیرون، گزینه 1 میشده جوابش. فعل و فاعل شبه مستتر، مفعول منصوب، متو جمع مؤنث سالم به جای فتحه میشد حیوانات. تعوده، تعوده، تفعل، یتفعل و تفعل، اسکن میکنم، ماضی مضارعه. میدونی چرا طراح اینو داده؟ چون میدونه بچه ها خیلی هاشون خنگ بازی در میارن، ته رو میبینن میرن حواسشون به مضارعه. کی به تو گفته ته نشونه مضارعه است؟ تو فعل بهت گفتم اون که ته نشونه مضارعه است، متاسفانه خیلی ها میگن، نمیگم اشتباه میگن، درست نیست بگم اشتباه میکنن، ولی ما تو ماضی هم ته داریم. دختر پسر خوبم، تو قسمت فعل برو حتما نگاه کن، این فعل به خاطر بابش ته گرفته، پس این فعل مضارع نیستش، ماضیه، پس چهار میرفته بیرون. اسکن میکنم، گفته تفعل، تفعیل، ثلاثی مزید. خب مزید که گفته مزیده، بابش نگفته ایرادی نداره. تفعل یا تفعل و تفعل، پس دو میره بیرون، پس یا یک میشده یا سه میشده. بین یک و سه دوباره توی شماره سه موربی، اصلا خیلی جالبه، تستی بود که به سمت چپ نرسیدیم، به قسمت ترکیب اصلا نرسیدیم. ماضی ها همشون موربن، عذر میخوام، ماضی ها همه مبنی هن، پس سه موربمون اشتباه بوده، جواب میشده گزینه یک، فعالش هم که انسان درست بوده. پس خدمت عزیزم عرض کنم که اینجا فعل تستر رو به صدا ملاکمون بوده، اینجا گفته ثلاثی مجرد، مجرد باب تفعل، ثلاثی مجرد، خب اصلا تو باب نرفته اصلا، پس سه میرفته بیرون. اسکن بعدی معلوم و مجهول بوده. ببین وقتی که فعل علامت نداره تو معلوم مجهول هم بهت گفتم از روی مفعول میشه تشخیص داد. ببین اسم اشاره اعرابش واسه بعدیش همیشه یکسان بود، پس این وقتی که منصوبه یعنی حاضری هم منصوبه. خب منصوبه بعد از فعل مفعوله دیگه، خب دیگه فعل مفعول داره که مجهول نشده هنوز که، پس دو هم میرفته بیرون، پس چون این مفعول بوده پس فعل در اصل معلومه، مجهول نبوده، پس دو هم میرفته بیرون. بین گزینه یک و چهار، بین یک و چهار اینجا گفته فاعلش حاضریه، اینجا گفته یای مستتر. خدمتتون عرض کنم که اصلا گفتیم مفعوله دیگه، پس اینجا فاعلش حاضری اشتباه بوده، برابر این گزینه 4 میشده جوابش. یا حریصتون علالبس، مبتدا خبر اصلا، الان خود این الان مثلا اینجا اگه ما داشته باشیم، حالا این مثلا حال الان باید اشتباه در بیاد دیگه. اسکن کنیم، غیر منصرف، منصرف، حریصت جزء غیر منصرف ها نبود دیگه، اسم علم مؤنث میشد غیر منصرف، این مؤنث است ولی اسم علم نیستش، پس دو میرفته بیرون. تو یک گفته خبر، تو دو گفته خبر، تو سه، تو یک مثلا میگم سه گفته خبر، تو چهارم گفته حال، حال که نیستش. حالا سه ببینیم چرا غلط شده. ببین خبر مفرد و مرفوع درسته، ولی مبتداش که این نبوده که، هیه بوده، حالا این تو جمله قبلیش هر جا بوده ما کاری نداریم، این مبتداش نبوده، هیه مبتداش بوده، این خبرش بوده، پس اینجا مبتداش اشتباه گفته، تو چهارم که حالا اشتباه گفته، برابر این جوابش میشده شماره یک. پس خب خدمت عزیز دست کنم که سوال بعدی اجریت. خب ببین الان اجریت رو توی یک گفته مبنی، مثلا من قبل از اینکه برم سراغ معلوم و مجهول، مثلا مورب و مبنی که راحت تره. ببین چون
ما گفتیم مسئله جواب دادنه نیست، ما لغت های انتخاب کنیم که سرعت بالا داشته باشیم. من ممکنه توی یه گزینه 10 تا غلط داشته باشم، مهم نیست، سریع ترین غلطه رو باید به دست بیارمش. در از توی یک گفته مبنی، توی سه گفته چی؟ معرب. خب فعل ماضیه، ماضی ها معرب بودن یا مبنی؟ مبنی بوده، پس گزینه سه میرفته بیرون. بین گزینه های بعدی اینجا گفته معتل و ناقص، اینجا گفته اجوف. ریشه فعل چیه؟ جریه است. جریه فعل ناقصه، پس گزینه چهارم که گفته بوده اجوف میرفته بیرون. بین گزینه حالا یک و دو، بین یک و دو خدمتتون عرض کنم که اینجا گفته خبر مرفوع محلن. خدمت گلتون عرض کنم که خب اینجا اصلا بعدا مفعول فی بوده، تعقیقات مضاف الیه بوده، اصلا جمله با ظرف شروع شده بوده، اصلا مبتدا خبری در کار نبوده، اجریت یک فعل بوده که الان فعالش هم میشده هیای چی؟ مستتر. اصلا جمله اسمیهی در کار نبوده که خبر بشه، پس تو شماره دو هم خبر اشتباه بوده، برای این گزینه یک میشده جوابش. پس اما بعدیش ارز، ارز رو اسکن کنیم، جامد مشتق، ارز جامد دیگه، ریشه نداره، پس بلافاصله دو میرفته بیرون. تو یک گفته غیر منصرف، تو سه گفته منصرف، ارز جز غیر منصرف ها نبوده، پس بلافاصله یک میره بیرون. سرعت رو داشته باش، میمونه سه و چهار. تو سه گفته اسم انه به صلاح اسم حروف مشتق و مفعول و خبرش همراهشه به صلاح. توی شما چهار گفته اسم انه و منصوب و جمله اسمیه است. خدمتتون عرض کنم که اینجا خبرش معها نیستش، عرض میشه اسم نه، معها میشه معطوف به عرض به صدا، و لا یلتقیانه میشه خبرش، که اینجا گفته خبرش معها که اشتباه بوده، پس سه میرفته بیرون، جواب میشده گزینه چهار. ما تو چهار الان غلط نداریم. اصلا خدمت عزیزان عرض کنم که تتناولو الان اسکن میکنیم، باب تفاعل، باب مفاعلت، تتناولو، تتفاعل و تفاعل، پس چهار میرفته بیرون. اسکن بعدی اینجا گفته لازم، اینجا گفته متعدی، تتناولو فعلمونه، فراش فاعل، قضا مفعوله، چون مفعول داریم پس فعل لازم نیست، پس متعدیه، یا دو میشه یا سه. بین دو و سه توی دو گفته فاعل و فعل و همراه فاعلش جمله فعلی است و خبر مقدم معلا مرفوع است. ما فعل نداریم اینجا که بشه خبر مقدم هستن. اینجا گفته معتل و اجرف، ریشش نبلا ناله بود، قبلنم گفتم فعل مرفوع با فاعلش، فاعلش هم هست دیگه به صلاح فراشت فاعلش، اینجا نشه فاعلش فراشته. خدمتتون عرض کنم که تو سه همه چی درسته، تو دو اصلا فعل خبر مقدم نمیشه که، برابر این گزینه دو میرفته بیرون، سه میشده جوابش. پس خب تست بعدی فعل یعیشو. ببین یعیشو رو الان اسکن میکنم، مبنی مورب، میبینی سرعت داشته باش، مبنی مورب، مزارا چی هن؟ مورب هن. پس یک میره بیرون. بعد خدمت از کنم اسکن بعدی لازم، متعدی، متعدی، یعیش و فعل، بعدش اصلا جار و مجرور اومده و مضاف الیه، مفعولی در کار نیست، دوتا گزینه با هم میره بیرون، بلا فاصله جواب گزینه دو. ببین چقدر فرق سرعتت میشه، تجربه 95 سوالایی که بچه ها سرش غر میزدن، غر زدن نداشت، راحت بود، بچه ها بلد نبودن بزنن، پس تو اگر بلد باشی بزنی بهترینی. ببین چقدر فرقشه، تا یه دانش آموزی دو ساعت اینا رو دونه 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 400 میخواد چک کنه، یا توی که مثلا اینطوری تستو میزنی، مثلا میگی معرب و مبنی، خب مبنی میره بیرون، لازم، متعدی، متعدی، دو تا متعدی میره بیرون، جواب گزینه دو، 10 ثانیه، دیدی؟ حواست باشه. بس بعدی خدمت عرض کنم که کلمه احسن ملاک بوده، حالا اینجا قرمزش نکرده، احسن ملاکش بوده. ببین اسکن کردم، معرفه به اضافه نکره، خب معرفه به اضافه، چون معرفه به اضافه وسایل هستش، پس دو میره بیرون. بعد تو گزینه‌های بعدیمون الان گفته مبنی، مورب، مورب، اصلا جز مبنی های اسما نبوده، پس مورب، پس یک میره بیرون.
بین 3 و 4 مقایسه میکنه. بین 3 و 4 اولا من اینجا منصرف و چشم خود، چون احسن برواز افعال جزو تابلوترین غیر منصرفات، همین که میبینم تو 3 گفته منصرف، توی 4 گفته منصرف، میرفته بیرون جواب میشده گزینه 3. یعنی تو 3 تا تست تهیه و صرفیه الان همین تجربه 95 و دقیقاً 3 تاشو رو هم روی توی 1 دقیقه میشه زدش کامل. پس اشتدت متعدی لازم، مفعول داره بعدش نداره، چون بعد مفعول فیه، مفعول به بعد باشه، پس متعدی نیستش. پس یک میرفته بیرون بین این دوتا. خب مورب و مبنیش هم حتی قرارت لازم متعدی خاصه بگی که اگه کسی شک میکردش مثلا رو بعد، مورب و مبنی هم میتونسته ملاک باشه که تو یک مورب غلط بوده. پس یک میرفته بیرون چون فعل ماضیه، بعد اینجا گفته باب افتعال، اینجا گفته باب انفعال، بین افتعال افتعال اشتدت انفعال نمیتونه باشه، ربطی نداره، پس سه میرفته بیرون. بین 2 و 4، بین 2 و 4 اینجا به صلاح گفته فاعلش هیه مستتره، اینجا گفته فعل و فاعلش حال و منصوب محلن، این الان مبتداست، این خبر جمله است، چه ربطی داره که حال بشه تو جمله چهارم؟ حال غلط بوده، جواب گزینه 2 میشده. پس خدمت عزیزم عرض کنم که اینجا گفته خب توی سمت چپ احتمالا چیز خاصی نداشته که ما بتونیم روش کار کنیم، بخاطر همین با سمت توی سمت راست تو اصلا تجزیه چیزی نداشته، چون همش درست بوده، به خاطر همین با سمت چپ شروع کردیمش. اینجا گفته فاعلش یه مستتر، این خودزنی داره، خودزنی این که خود گزینه غلط باشه، حتی اگر یه مستترم باشه، افعال ناقصه فاعل ندارن، اسم دارن، پس فاعلش غلطه. اینجا هم گفته فاعلش، پس 1 و 2 جفتشون خودزنی دارن، میرفتن بیرون، میمونده 3 و 4. تو 3 گفته مجزوم به حذف حرف اله، امروز بهت گفتم در مورد فعل تکون اینو همیشه میدن، فعل تکون اجوفه، تو اون قبلیه بهت گفتم چی بود داستانش، معزومش ساکن آخرشه، هر فعلش اگه هست شده به خاطر التقای ساکنه اینه، تو فعل ناقص معزوم به حذف حرف فعل است. الهالو برو حتما نگاه کن اگه نمیدونی. پس 4 میرفته بیرون، جواب میشده گزینه 3. پس و اما امت، بعد از تلکم اومده، میدونی که اسم اشاره بعدش جامد بیاد بهش میگن عطف بیانانه، مثلا صفتو غلطه، مشتق بود صفت میشدش. حالا از سمت راست که چون سرعت میده به ما اسکن میکنیم، شماره 1 گفته مشتق، 3 گفته دو جامد، مشتقه میرفته بیرون. خدمتتون عرض کنم صفت عطف بیان، صفت جامد بوده عطف بیان میشده، جفتش با هم میره بیرون، بلا فاصله گزینه 3 میشده جوابش. 2-3 بار دیگه بشین این فیلمو چک کن، 12% اینجا داری، 32% ترجمه داری، نمیدونم 20% شکل داری، اینا رو با قدرت بخونی، 1 دفعه درصدتو میکشه بالا.